سلام به شما و وقتتون بخیر. از شما دعوت میکنم که به تعدادی از بازتاب‌های اخبار ایران در رسانه‌های بین‌المللی توجه فرمایید. سایت نیوزبلاد بلژیک با عنوان ده‌ها دختر مدرسه‌ای دوباره در ایران مسموم شدند نوشت ده‌ها دختر جوان روز شنبه در مدارس مختلف ایران مسموم شدند. ماهاست که ایران گرفتار مسمومیت‌های مرموز در مدارس است. در این میان به گفته رسانه‌های ایران هزاران حادثه وجود دارد. دختران علائم اضطراب، تنگی نفس و سردرد را نشان دادند. سایت CNN با عنوان ایران دوربین‌هایی را برای شناسایی زنانی که قوانین حجاب را زیر پا گذاشته‌اند نصب می‌کند نوشت رسانه‌های دولتی گزارش دادند که مقامات ایرانی قرار است از دوربین‌ها در مکان‌های عمومی برای شناسایی زنان ناقض قانون حجاب این کشور استفاده کنند. سایت ساندیلی انگلیس با عنوان مسمومیت‌های دختران دانش آموز در سراسر ایران ادامه دارد نوشت در ادامه این پدیده مرموز که ماهاست کشور را تکان داده است، ده‌ها دانش آموز دختر در چندین مدرسه در سراسر ایران مسموم شدند. بر اساس آمار رسمی ارائه شده در هفته مارس، بیش از 5000 دانش آموز در بیش از 230 مؤسسه واقع در 25 استان از 31 استان کشور تحت تأثیر مسمومیت‌های مشابه قرار گرفتند. سایت دمرخن بلژیک با عنوان پلیس ایران از دوربین‌های هوشمند برای اعمال حجاب استفاده می‌کند نوشت پلیس ایران از فناوری هوشمند برای شناسایی و هشدار به زنان استفاده خواهد کرد. متخلفان در معابر و خیابان‌های عمومی با استفاده از دوربین‌های هوشمند شناسایی می‌شوند. خبرگزاری رویترز با عنوان مدارس دخترانه ایران مورد حمله گازی قرار گرفت، نوشت موج دیگری از حملات گازی به مدارس دخترانه که عامل اون نیروهای حامی رژیم است، گزارش شده. این حمله به دبستان دخترانه سعدی ارومیه هم انجام شده است. سایت دفاع از دموکراسی ها آمریکا نوشت رژیم در ایران چندین دهه است که ذهن مردم خود را مسموم کرده. هزاران ایرانی را به قتل رسانده، از جمله کودکانی که برای آزادی و کرامت به خیابان ها آمدند. جای تعجب نیست که این رژیم قاتل و از نظر ایدئولوژیک سمی در هدایت یا تحریک این مسمومیت‌های وحشتناک مدارس دخترانه شریک باشد. خب با تشکر از توجه شما به این برنامه وقتتون بخیر و خدا نگهدار.